در باغ عدن میماندن و از درخت حیات میخوردن، با همون نقصشون، با همون ایرادشون ابدی میشدن. اما هدف خدایی نبود. هدف خدایی بود که انسان شکل خدا بشه. در بنسبت خب فرشتگانی بودن که اگر همچون خود شیطان و لشکر فرشتگانی که با شیطان بودن و وقتی سقوط کردن، آنان نیز اون موقعیت اصلی و هدف اصلی که وفاداری به خدا بود را دست می دادن و بر علیه خدا می شدن. تا آنان را نیازمند به خدا و شناخت خدا وادارد تا در مسیر تعلیم و تشویق و تعقیب به هدف حقیقی نزدیک شد و این علتش بود. در اصل شاید آدم و حوا خیلی راغب بودن که همونجا بمونن. چرا گفتم که خدا ما رو باید از این باغ عدن بیرون کنه؟ ما اشتباهی کردیم، ما گناهی کردیم، خدای ما اینجا پیش خودت بمونیم. ولی دید و نگاه خدا وسیع‌تر از این بود. گاهی ما نیز این داد و فریاد رو به خدا میزنیم، میگیم خدایا چی شد؟ چرا کارم رو از دست دادم؟ چرا درآمد من تموم شد؟ چرا داشتم با فلانی ازدواج میکردم؟ همه برنامه هم به هم خورد و دیگه الان نمیتونم با اون ازدواج کنم. خودمو نمیگم، مجرده رو دارم میگم. من ازدواج کردم. چند سال ازدواج کردی زاد جان؟ 30 خورده ای هستش که خداوند برکت به من داده. بازاله عزیز ازدواج کردم. پس بنابراین چرا همه اقامت گرفتم به من که رسید یک دفعه دیدیم اداره مهاجرت استاپ زد و تحصیل ترام میذاریم، تحصیل دولت آمریکا میذاریم و و و و غافل از این هستیم. اگر اراده خدا رو خواستی منتظر اراده خدا باش. همون گونه که خداوند آدم و حوا رو از باغ عدن بیرون کرد، چه بسا اجازه داده، اجازه داده دلیل بدی ها خدا نیست، اجازه داده سختی و مشکلی باید زندگی بشه، حتی ضعف جسمانی تو که به خدا نزدیکتر بشی، اونو بیشتر بشناسی، قدمی رو بیشتر برداری در مسیر شناخت خداوند. پس نمیتونیم این گونه فکر کنیم. اتفاقایی که برای ما میفته میتونه این اتفاق ناگواری هست که نتیجهش بد خواهد شد. در طول کتاب مقدس ما شاهد هستیم که خدا چگونه آدمی رو از موانع گناه عبور میده. مانند زمان نوح. زمان نوح انسانات چقدر سنشون بود؟ چقدر عمر میکردن؟ 900 سال کلام خداوند میگه اینها عمر میکردن و اونقدر در گناه و بیهدفی و زندگی عبث بودن که خداوند اون شرابانی که در کتاب پیدایش هست اعلام میکنه و نوح میاد کشتی رو میسازه و خانوادش نجات پیدا میکنه ولی این بقیه گوش نمیکنه. در زمانی که انسانها بعد از نوح، فرزندان نوح، برج بابل، اتحاد در زبانشون، اتحاد در فکرشون، یکدلیشون اونها را مقهور کرد و فراموش کردن که خدا بهر هدف مقدس اونها را آفریده. الان دنیا در همین مسیر هست. انسان ها روی زمین فراموش کردن چرا آفریده شدن. فکر میکنن آفریده شدن تا تکنولوژی و علمی که از ابتدا بوده و به قولی افلاطون میگه ما هیچی رو اختراع نمی کنیم، ما همه چیز رو به یاد میاریم. فکر میکنن که فقط آفریده شدن که اینها رو اختراع بکنن و سرگرم یه وسیله به نام موبایل بشن، از عشق و محبت در کنار همسر و فرزندان دور بشن، دوستشون دور بشن، توی یه اتاق 20 نفر نشستن، 22 نفرشون رو موبایل دارن بازی میکنن. من اون دو نفر از کجا پیدا شدن اضافه شدن. این گونه شده و رابطه ها از بین رفته، ریلیشنشیپ ها از بین رفته، این اختراعاتی که میبینیم هست.